بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان عرض سلام دارم خدمت تمام شما عزیزان انشالله که همیشه جور و صحتمند باشین خب دوستان عزیز ما در ایام ماه محرم قرار داریم و همچنان ورود ماه محرم و آغاز ماه محرم و ماه ازاداری حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت تمام مسلمانان جهان و شما عزیزان تسلیت عرض می دارم و انشالله که در این ماه که ماه ازاداری حضرت امام حسین علیه السلام امام سوم ما هست انشالله که ما عزاداری کنیم و همیشه از درس ها و پیام های واقعی آشورا یا قیام حضرت امام حسین علیه السلام همگی ما انشالله که استفاده کنیم خب دوستان عزیز در ماه محرم که همه ساله این ماه می و در این ماه ما ازاداری می کنیم به مساجد میریم نظر میکنیم و خیلی کارها را می در ماه محرم و خب دوستان عزیز این کارها را که ما میکنیم خب همگی ما میفهمیم کار بسیار خوب است و همین کارهای ما یا همین عزاداری ما هست که قیام حضرت امام حسین علیه السلام را زنده نگه داشته خب دوستان عزیز به نظر شما آیا در این ماه که ماه محرم هست تنها وظیفه یا کار ما همین است که ما بریم عزاداری کنیم به مسجد بریم یا نه پیام ها یا درس هایی که حضرت امام حسین علیه السلام بر ما دادد از این قیام خود و همین ماه محرم یا روز آشورا پیام هایی که داره یا درس هایی که داره را خب دوستان ما همگی ما می فهمیم یا خیر یا کسی بر ما گفته که خب قیام امام حسین چه پیام ها و چه درس هایی داشته اگر شما عزیزان میخواین که در مورد درس ها و قیام درس ها و پیام های قیام امام حسین علیه السلام معلومات به دست بیارین پس در ایام ماه محرم با برنامه خودتان همراه باشین خب دوستان یکی از عمدترین یا یکی از بزرگترین درس های قیام امام حسین علیه السلام توکل بر خداوند بوده و این میتونه یکی از بزرگترین پیام هایی باشه که قیام امام حسین علیه السلام این پیام را بر ما میرسانه که امام حسین علیه السلام توکل بر خداوند داشتن و با وجودی که میفهمیدن که خب شاید این حرکت یا این قیامشان منجر بش به شهادت رسیدن حضرت امام حسین علیه السلام شو ولی باز هم توکل بر خداوند داشت حضرت امام حسین علیه السلام و رفت به طرف کوفه و سرانجام هم که همه ما میفهمیم که در دهم ماه محرم حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن خب ما گفتیم که در مورد درس ها و پیام های آشورا و درس ها و پیام های محرم همگی ما و شما قرار است که معلومات پیدا کنیم و گفتیم که یکی از مهمترین درس ها و پیام های قیام آشورا یا قیام حضرت امام حسین علیه السلام توکل بر خداوند متعال هست خب دوستان عزیز آیا شما میفهمین که توکل بر خدا یعنی چی؟ یا اصلا معنی توکل را همگی ما شما میفهمیم؟ خب دوستان عزیز در این برنامه بر شما میگم که توکل به چه معنا یا کلمه توکل به چه معنا و یا هم چگونه ما شما توکل بر خداوند متعال داشته باشیم خب دوستان از تعریف توکل کردن از تعریف توکل بر شما عزیزان میگم توکل به معنای اعتماد اعتماد کامل و استوار هست وقتی که ما میگیم توکل بر خداوند متعال داریم یعنی که ما اعتماد اعتماد کامل و استوار داریم به خداوند متعال و ما باید همیشه در هر حالتی در هر موقعیتی در هر جایی در روزهایی که ما مثلا شاد هستیم در روزهایی که مثلا ما شاد نیستیم باید در هر حالت ما باید توکل بر خداوند متعال داشته باشیم که جز پیام های پیام های, درس های قیام حضرت امام حسین علیه السلام هست و عزیز حضرت امام حسین علیه السلام زمانی که از به طرف کوفه می رفتند پیگ خودشان یا پسر کاکای خودشان را اول فرستادن به شهر کوفه و وقتی که خبر شهادت پسر کاکایشان مسلم ابن عقیل به گوش حضرت امام حسین علیه السلام رسید و فهمیدن که کوفیان او چیزی که میگن را نمیکنن و یعنی همیشه در امو موقعیت پشت حضرت امام حسین علیه السلام را خالی کردن ولی خب حضرت امام حسین علیه السلام توکل بر خداوند متعال داشت و به طرف شهر کوفه حرکت کردن خب دوستان عزیز بریم طرف یک میان برنامه میان برنامه را ببینیم بی و در بخش بعدی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و زیادتر میگیم در مورد توکل کردن با ما همراه باشید باز هم شما عزیزان را خوش آمد میگم خب دوستان به خاطر ای که معنی توکل بیشتر بر موش شما واضح شوه خوب است که مثال های بر شما عزیزان بگم که خب همگی ما بفهمیم که توکل, توکل کردن به چه معنا است خب دوستان وقتی که ما مثلا در یک بلندی استاد باشیم و پدر ما در یک جای پایین استاد باشه و ما را بگه خب و بغل ما خدا بنداز حتما ما چون اعتماد به پدر خود داریم حتما ما خدا به بغل پدر خود مندازیم چرا چرا که میفهمیم که پدر ما هیچ وقت ما را یعنی یک کار نمی کنه که ما به زمین بخوریم و همین اعتماد کردن را ما میتونیم برش بگوییم که همین اعتماد زیاد اعتماد استوار را ما برش توکل کردن میگیم و خداوند متعال که در هر حالتی در هر جایی در هر موقعیتی ما تنها نمیمونه و همیشه ما را کمک میکنه پس ما ما و شما هم باید همیشه به خداوند متعال توکل داشته باشیم یک داستان خیلی خوبه را که واقعا هم معنی توکل کردن را بیشتر بر ما واضح میسازه انتخاب کردیم قرار است بر شما عزیزان بگو میگه در روزگار دور در یک دهکده یا در یک محل یا در یک قریه یک فرد بوده که کشاورز بوده نامش سعید بوده میگه در او قریه که سعید کشاورز بوده یک سالی خشکسالی می آید دیگه باران نمی و تمام زمین ها خشک میشه و هیچ حاصل نمیتن همگی کشاورزان که در همون قریه و در همون محل بودن دست از کشاورزی بر میدارن میگن که خب چون خشکسالی آمده خب دیگه ما کشاورزی نمیکنیم به خاطر که هر چقدر که ما کشت کنیم خب نمیتونیم که حاصل بگیریم ولی سعید که توکل بر خداوند متعال داشت و همیشه در هر حالت متوکل بر خداوند متعال بود میگه که هر روز اگر خشکسالی هم بوده میرفته سر همون زمین یا همون جایی که کشاورزی میکده خب اما کار روزمره خودش رو انجام میداده و خب هر روزی که میرفته خب همگی دور پیشش می که خب سعید جان خشکسالی است باران نمیباره خودت وقتی که کشت میکنی خب شاید حاصل نتایی کار یا یا زحمتی خودت میکشی شاید خب بیفایده باشه ولی خب سعید که توکل بر خداوند متعال داشت با لبخند میگه که خب من توکل بر خداوند متعال دارم من کار خدا انجام میتونم زحمت خدا میکشم بخیش به دست خداوند متعال ما به رضای او راضی هستیم و همین حرف رو بر همگی میگفت خب سعید هر روز میره کار خدا انجام میتون میگه یک روزی که در فصل خوش سالی هم بوده یا در امو زمانی که هیچ باران هم نمی باریده سعید مشغول کار کردن خودش بوده که ابرهای سیاه آسمان را می پوشانه و باران بسیار شدیدی در امو قریه می باره همگی کشاورزانی که خب توکل بر خداوند نداشتن خب هیچ کش تو کاری نکرده بودن ولی خب سعید که توکل بر خداوند متعال داشت کار خود هر روز انجام داد و میگه همون سال بهترین حاصل را از زمین خودش گرفت و خیلی سال خوب بر سعید بود ببینید دوستان عزیز ما از این داستان چه نتیجه ایره میگیریم یعنی حتی اگر در بدترین موقعیت هم باشیم ما باید توکل بر خداوند متعال داشته باشیم چرا که خداوند متعال همیشه به ما کمک میکنه همیشه حواسش به ما هست و هیچ وقت هم ما را تنها نمیمونه و دوستان عزیز ای بود از درس یا پیام قیام حضرت امام حسین علیه السلام که یکی از پیام هایش همین توکل کردن بود که در برنامه امروز بر شما عزیزان گفتم و امیدوارستم شما خوبان هم معلومات خوبی به دست آورده باشین در بخش بعدی برنامه همکاران ما هستن و بر شما قرار است که داستان های به خانش بگیرن پس شما عزیزان هم ما را تنها نمونین و تا آخرین لحظات برنامه همراه برنامه خودتان باشین